سلام، درس پنجم اگه اشتباه نکنم از کلاس ستارمون شروع میکنیم. اگه یادتون باشه تا درس قبلی یه سری بیسیک چیزای اولیه بیسیک ها رو یاد گرفتیم، ضربات راست، ضربات چپ، ترکیب ضربات راست و چپ که بهش میگفتیم به اصطلاح ریز، و شناخت قسمتی از ساز، شناخت کلی ساز و قسمتی از ساز به عنوان پرده های ساز، و همینطور خط اول یا بیت اول آهنگ مرغ سحر رو اگه اشتباه نکنم با هم تمرین کردیم. حالا قبل از این بریم سراغ بیت دوم آهنگ مرغ سحر، از اینجا که بعضی از دوستان به مشکل برخوردن واسه تمریناتی که برای ریز میخواستن انجام بدن و ضربات راست و چپ، یه بار دیگه من یه توضیح کوچولو در این رابطه میدم، امیدوارم که مفید باشه. فقط چیزی که مشکل بود و یکی از دوستان سوال کرده بود این که نمیتونه صدای خوبی از ساز به عنوان مثلا نوت ر یا نوت می در بیاره، که نمیدونم من اینو توضیح دادم یا نه، ولی دوستمون روی پرده رو فشار میداد که مطمئنا وقتی شما روی پرده رو فشار دادی همچین صدایی ازش در میاد. باید بین پرده اول و پرده دوم رو بگیرید و محکم فشار بدید و ناخونتون هم باید کاملا گرفته شده باشه تا صدای واضح حساس در بیاد، و اونو به عنوان پرده اول میشناسیم. یعنی این پرده ای که اول درست شده و دوم و باکس این وسط به عنوان پرده اول میشناسیم، و پرده چهارم هم به همین صورت که بین پرده چهارم و پرده پنجم باکسش رو به عنوان پرده چهارم میشناسیم. و تا اینجا یاد گرفتیم که اگه آزاد به سیم اول و به صورت دست باز ضربه بزنیم بهش میگیم دو، پرده اول ر، پرده چهارم می، پرده پنجم فا، و سیم دوم یا سیم زرد به صورت آزاد بهش میگیم سول. اگه پرده اول بگیریم میشه لا، پرده چهارم سی، پرده پنجم دوباره دو. اگه یادتون باشه سیم اول به صورت دست باز گفتم دو و به این هم گفتم دو، یعنی این دوتا یک صدا هستن در واقع. و از اونجا که ما تو دستگاه ماهور هستیم، دوتا سیم بالا هم مثل سیم اول صداش یکیه، صداش دوه، و بر همون اساس پرده اول ره، پرده چهارم می و پرده پنجم فا. حالا ما کاری که کردیم این بود که روی این پرده ها به صورت راست و چپ با گرفتن متوالی پرده ها هم انگشت راست و چپمون رو، ضربات راست و چپمون رو تقویت کردیم، همین که این دستمون عادت دادیم که به صورت آلترناتیو و متوالی روی پرده مختلف حرکت کنه. حالا اگه بخوایم یه تمرین برای این در نظر بگیریم، از اونجایی که پرده دو ر می فا رو، پرده ر می فا رو بلدیم، شروع می‌کنیم 8 ضربه دو می‌زنیم، 8 ضربه ر، 8 ضربه می، 8 ضربه فا. یعنی همینجوری اینو برمی‌گردیم. این یکی از تمریناتی هست که برای هم ضربات راست خوبه، هم چپ و هم ترکیبه. یه همچین چیزی میتونید سریع عقب جلو برید با رو پرده که همین انگشتتون تقویت بشن، ضربات راست و چپتون قوی تر شه. پس 8 ضربه رو هر پرده، اینو روی پرده دوم و پرده سوم و چهارم میتونید به اجرا بذارید، یعنی همون 8 ضربه روی پرده 1 4 و 5. حالا یکی دیگه که یه ضربه دیگه که میتونه مفید باشه برای ضربات قوی راست و همینطور ضربات چپ ولی بیشتر راست، اینه که 4 ضربه راست بزنید و ضربه پنجمو قوی تر بزنید. یعنی بگید ما قرار 5 ضربه دو بزنیم، میگیم ضربات پنجم قوی تره و ضربات راست یه جورای تاکیده روی اون قسمت. حالا همین کاری که کردیم تا جلو رفتیم میتونیم از همین برم برگردیم دیگه، یعنی بگیم به همین صورت که رفتید به همین صورت هم برگردید رو همین پرده. حالا یه تمرین دیگه هم مثلا میتونه متوالی برای تمرین انگشت اشاره دوره دوره مثلا ریتمیکش بکنیم، این دوره دوره می می، دوره دوره می می. حالا میتونیم مثلا بگیم
فا می فا می ره ره دوره دوره می می فا می فا می ره ره دوره دوره می می دوره دوره می می مثلا ره می ره می دو یه همچی چیزی خودتون تمرین کنید دو تا به این دو تا به اون ضربات راست و چپ برای تقویت ضربات راست و چپتون و حالا میریم سراغ بعد از این که این کار کردی سعی کنید تعداد و ضربات رو سریعتر کنید تا جایی که به صورت ریز بتونید برسید و از همین پترن همین یه تیکه ساز که بلدین اسم نوتاش رو همه رو بلدین برید بالا برگردید عقب یه پترن ساز یه چیز اصلا بی‌معنیه ولی خب تمرینات خیلی خوبیه برای رفت و برگشت های انگشتار رو پرده‌های مختلف که تو ذهنتون ملکه بشه تقریبا که کدوم نوت کدوم پرده است و چجوری بزنمش و سرعت انگشتتون هم بالا میبره. خب حالا ما تا اینجا یاد گرفتیم مورد سهر رو که میگفتیم دو 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 لسی دو اینو دوبار میزدیم سیم دوم رو داریم استفاده میکنیم یعنی میگفتیم صفر پنج 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 یک چهار پنج این رو دوبار حالا همینو ادامهش میخوایم بدیم بریم قسمت بعدی میگیم خیلی ساده و بیسیک دارم میگم یعنی میگیم پنج 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 چهار 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 یک پنج سیم دو و چهار روی سیم یک هست حواستون باشه یعنی میگیم پنج چهار 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 یک یعنی دو می 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 ره بعد دوباره برگشتیم سیم دو پنج یک چار صفر یعنی دو لا سی سو سیم آزاد سیم دو ضربه آزاد سیم دو پس دوباره چی شد؟ پنج چار 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 یک پنج یک چار صفر یا دو می 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 ره دو لا سی سو دوباره همین فقط نوت آخر عوض میشه دوباره پنج چار 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 یک دو نه اینجا با دوباره عدد بکار برم پنج یک چار پنج یعنی اگه نوتش حالا بخوام بگم دو می 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 ره دو لا سی سو دو می 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 ره دو لا سی دو که نوتش متن شعرش رو الان یادم نمیاد من از هیچ ضربه چپی استفاده نکردم از هیچ دوروب از هیچ ضربه خاصی استفاده نکردم حتی ریزم نزدم فقط به منظور این که شما بتونید از یه انگشت با یه انگشت از یه پرده به یه پرده دیگه بپرید همه رو با راست دادم شما میتونید از ضربات راست استفاده کنید ابتدا بعد با مراجعه به کتاب اول استاد ذوالفنون جلد اولش تو صفحاتش پیدا میکنه که چه ضربه باید چپ باشه چه ضربه راست من البته تو درس بعدی هم دوباره توضیح میدم که چجوری این همین ضربات ساده رو یه خورده تزیینش کنیم و قشنگ‌ترش کنیم. خب امیدوارم که این درس به درتون خورده باشه و تا ادامه این آهنگ و همینطور تمرینات دیگه و تکنیک‌های دیگه که ان شاءالله تو درس‌های دیگه بهش میپردازیم همتون